کافر. اصلا حرف نزن امیر، یه دقیقه گوش کن. یه خونشون حلاله، بر بای خاک ننم زنده نمیذارم. رامی خبر نداره که ما الان کجاییم. صبح بیخبر جفتمون زدیم بیرون تا حالا. وضعیتشم که دیدی اصلا حال روز خوشی نداره. یه وقت ممکنه یه کاری بکنی که واسه هممون گرون تموم بشه. من میگم برگردیم ویلا، هم رامین نگران نشه، هم سر فرصت یه فکر درست حسابی واسه شون بکن. تو الان عصبی هستی، نمیفهمی داری چی کار میکنی. برو پایین ناصر، زهر مار بهت میگم برو پایین. امیر من حوصله بچه بازی ندارم، برو پایین تا نذارم یه بلایی سرت بیارم. حرف من بچه بازی یا کارهای تو؟ خیلی خوب، کارهای من بچه بازی. پیاده شو، مگه نگران رامین نیستی؟ برو پیشش تا من برگردم. من نگران تو هم، نه رامین. لازم نکرده. بچه نشو ناصر، اون با بچه داره هر کاری میکنه تا تو یه حرکت اشتباه بکنی. یه دفعه میگه به پلیس خبر میدم، یه دفعه میگه پول میدم جنسا رو ازت میخرم، حالا که از این راه وارد شده. تو واقعا فکر میکنی اونا نشستن که تو بری خونشون رو بریزی؟ اونا منتظرتن بدبخت. ناصر یکم عقلتو به کار بنداز، بفهم داری چی کار میکنی. ناصر بلکن، میگم بلکن. امیر بلکن میذارم تو گوشه دوباره. بلکن دیگه. خیلی خوب، حالا که اینطور شد اول باید در رومن رد. فکر کردی اختیارت از خودت؟ امین برو کمس دیگه، داره اون روی سگم بالا میاد. خیلی خوب، اصلا هرچی تو بگی. هر کاری دلت بخواد. برو گم شو دیگه، برو ایران. همینجا بشین تا برگردم، اگه دیر کردم ماشین رو برمیدم. ناصر علی؟ الو، من ناصر نیستم، شما؟ چی کارش داری؟ الان نیستش، رفته حموم. پیش تو؟ نه، قرار نیست بیاد. فکر کردی بچه هست که گول تو رو بخوره؟ جنسا رو قرار بعد از ظهر بریزه تو دریا. من حالم از این پولا به هم میخوره. چی شد؟ قطع کرد. گمونم دستمون خونده. سعد باید چی بهش بگی؟ نمیدونم.
این پسره بچه عصبیه، باز دوباره بهش زنگ بزنیم خونشو به جوش بیاریم، بلکه این برای سر کلش پیدا بشه. اگر نه فکر نمی کنم اینجوری دوم تله بده. اگه نگفتی داره میاد عصبانی شده؟ آره داشته می اومده، من تا رفیقش رئیشو زده. همین بهشون نمی اومد علی حساب و کتاب باشن. با اون یارو ساب ماشینه میشه کنار اومد، به جون تو میخوره علی برنامه باشه. منم امیدم همینه، بلکه رفیقش دو درش کنم بهمون زنگ بزنم، اگر نه دخلمون اومده. چی شد؟ فعلاً نمیشه رفتم، باید صبر کنیم تا شب بشه. این بابکه زنگ زد گفت ناصر قرار بوده بیاد پیش ما، بهش گفتم بچه که نیست گول تو رو بخوره. بهش گفتم جنسا رو میخواییم بریزیم تو دریا، میخواست با هم معامله کنه. بهش گفتم حالم از این پولا به هم میخوره. سلام رامین، چطوری؟ آره نه دیگه، گیر افتادیم تو تعمیرگاه، یه مقدار ماشین ایراد پیدا کرده دیگه، مثل این که پلاتین چسبونده. آره میگه یه یکی دو ساعتی دیگه کار داره. بهرام کجا بودی؟ کاری نکردم جنو بابا، بهت گفته بودم اگه میخوای بیای تو این کار باس بذاری کنار. نه بهت گفته بودم قبل از اینکه پلیس بخواد بگیرتمون خودم دخلتو میارم. نه گفته بودم بهت، نه برامم زنگ بزنم، گفتم قطع کن میخوام بهم زنگ بزنم. آره من خوبم، وقتی کارم تموم شد بر میگردم. گفتم من خودم میدونم کی برگردم، قطع کن میخوام بهم زنگ بزنم. خب آره 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 چه خبرته مگه از آفریقا فرار کردی؟ بابا دمی مادرم گرما، اینه چون خوبه که وقتی نباشن ملت از گشنگی میمینه. این بیتایا که اصلا تو نخ آشپزی نبود، همش دنبال رفیق بازی اینجور برنامه ها بود، نیمرو هم بلد نبود درست کنه، آشپزی من از اون بهتر بود. پس شما چی کار میکردید واسه غذا؟ هیچ، از بیرون سفارش میدادیم، من واسه خودم سفارش میدادم، خانومم واسه خودش. بیا لقمه بزن. گشنم نیست مرسی. خوبیش اینه بابای ما آخر اقتداره، مادرم یه حرکت اشتباه انجام بده زمین و زمون رو میریخ به هم. چیش خوبه؟ خب شام و نهارمون همیشه به راه بود دیگه. ولی بعدیشم این بود که جرأت نداشتم جون بخورم، راه میرفتم شک میکرد. انقدر دوست داشتم یه مادر عین اون مادرتو داشتم. منم یه بابا مثل بابای تو، بیخیال هر جا بری و نری نگی کجا رفتی، کجا بودی، کجا نشستی، کیو دیدی. آره خوبه، به شرط اینکه آدم جنبشو داشته باشه. تو داشتی،
نمیدونم. بله شماییم؟ والا شما بهترین فعلا که هستین با دوستان. شما نمیشناسیشون؟ نیما؟ کی گفته نیما با ما بوده؟ اه مگه گم شده؟ خب من چه بدونم کجاست؟ ای بابا آخه مگه من باید بدونم کجاست؟ آقا دروغ هم چی آخه بابا جان؟ چی؟ کجا؟ تو روزنامه؟ خیلی خوب خداحافظ. بابا میگه عکس نیما رو انداختن تو روزنامه. ای که نیما بچه معروف شد. بچه معروف شدی دکتر جون. دلم واسه شون میسوزه. میدونم الان مامانم چه حالی داره. نخریدم که بری تو لک. خریدم عکس تو ببینی حال کنی. همه دلش میخواد عکس بره تو روزنامه. حتما تا حالا فکر کردن من مردم. خب بهتر. دیگه خیالت راحت میشه. همه چی هم حل میشه. اگه با بابای رامین صحبت کرده باشن حتما امروز فردا میان دنبالم شمال. بابای رامی خیالشون راحت کرده که تو با ما نیستی. یه چیزی بپرسم؟ دوتا بپرس. تو نمیخوای برگردی؟ نه چطور مگه؟ ولی من حالم خوب بشه برمیگردم. اگه بترسم ها؟ خب میترسم ولی به خاطرمون نیست. پس چی؟ این چند روز حسابی فکر کردم. خب راهش این نیست. ما به جایی که مشکلاتمون رو حل کنیم داریم ازشون فرار میکنیم. دیالوگت خیلی سنگین بود. مخم نکشید. باید یه مقدار فکر کنم تا بفهمم چی میگی. باید برگرد. نمیتونم اینجا بمونم. وقتشه بشین تا بیام. اگه نیومدی چی؟ هیچی. میخوای ثابت کنی غیرت داری؟ باز دوباره شروع نکنم. مردی به این حرفا نیست ناصر. مردی مال تو فیلم ها. پس چی؟ نمیدونم. یه چیزی که نمیذاره بشینم ببینم صاف صاف داره راه میره. یه چیزی که نمیشه برای توضیح بدم. پس اینقدر سوال نکن. من میدونم چیه. خب هیچی ولش. نه بگو. بی خیال بعدم بهت میگم. الان میگی. تو نامردی. من نامردم ها؟ یا همین الان ثابت میکنی
یا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. امیر حرفتو پس بگیر، پس ثابت کن. من اگه نامرد بودم الان قید همه تونو زده بودم، یه گوشه واسه خودم راحت زندگیمو میکردم. من به کدومتون نامردی کردم ها؟ به تو نارو زدم؟ به کی؟ به رامین؟ به کامی؟ به نیما؟ به کی؟ لال شدی بگو دیگه. بعدیش همینه که خیلی به خودت مطمئنی، ولی هیچ حالیت نیست اگه پاش بیفته هیچی از نامردی کم نمیذاری. تو از نامردی بدت میاد، واسه همینم خودتو گول میزنی که نامرد نیستی. مثل همین کاری که الان میخوای بکنی، این کاری میخوای بکنی که مردی تو ثابت کنی، ولی نیستی. یکی از نامردیامو بگو. اون همه مقاله اگه برسه دست مردم نامردی نباشه پس چیه؟ ناصر لااقل با خودت رو راست باش. گاهی وقتا با یه رویا میشه از حادثه رد شد، میشه مثل یه غریبه آشنای خوب و بد شد. اگه بیراه نباشه جاده هم معنی نداره، مگه میشه یه مسافر پا تو بیراه نذاره؟ ناصر بیا یک عدد نسکافه طلایی بخور که امشب تریف تریف مایداری است. پنج شکر کره مربا پنیر املت. بابا جمع کن این مسخره بازی رو، اصلا حوصله این داستانا رو ندارم. چی شد؟ اولش که خوب کاری میخوندی. کاری بازم میخونم، الان حوصله بازی ندارم. بفرما. با وزیرت حال نمیکردی؟ اوه 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 بیا. اصلا حواسم نبود، پاک قاطی کردم. حالا قاطی نکن، بهونم نیار بازی تو بکن. تو اصلا چه شد یهو؟ چه تو مگه؟ هیچی، بدجوری کپکت داره خروس میخونه. مگه بده؟ نه. بیا آقا باخ قبول. بشین بازی تو بکن، خودتو لوس نکن. نه جونو تو جدی میگم، باخت قبول دارم. پس دیگه ادعاد نمیشه کل کل کنی کوری بخونی این حرفا که ها؟ ادعام که میشه، ولی باخت قبول دارم، بعدا نشونت میدم. آقا شما که زنگ زدین و گفتین بی خیال بابک شدین، من ریختم به هم. زنگ زدم به بابامو کلی داد و فریاد کردم، گفتم من 7-8 میلیون تومن پول میخوام. گفت ندارم. گفتم نداری پس قید منو بزن. خلاصه این ور اون ور آخرش به من گفت 3-4 سال پیش به دایم پول قرض داده، من میتونم برم پول رو از دایم بگیرم. حالا منم فردا میخوام برم پول رو از دایم بگیرم. شما همون قضیه بابک رو بیخیال شین، فردا که من پول رو بگیرم قال قضیه رو میکنم میریم اون ور مرز. خیلی خوب. عجب بابایی داری تو. اما نه بابا، اونم اینجوریه دیگه، تو این هیری ویری وقت گیر آورده، میخواد ما پولش رو زنده کنیم همین.
پس چرا خودش نمیره دنبال پولش؟ میدونی از وقتی که مادرمو طلاق داد دیگه دایم چش نداره ببینتش. پس تو هم یه تختت کمه که فکر میکنی دایت باهات راه میاد. نه با من راه میاد، یعنی یه جوری هم رگ خوابشو میدونم، کافی پشت سر بابام چارت چرت و پرت و غیبت بکنم پول دو دستی میذاره جلوم. همین ما اینیم دیگه. شعور ما رو ندیدی؟ چی کار میکنی؟ مگه شعور نداری؟ مسواک من برای چی استفادهش میکنی؟ بابا خیلی بچه ای تو. بیکاری سر صبح ما رو صدا میکنی؟ اولا سر صبح نیست، ساعت 11. دوما سر صبح نیست، ساعت 11. بیدارم کردی برامون مزه بریزی؟ اولا که آره، دوما برو یه دقیقه ناصر صدا بزن بیاد کارش داره. اولا که غلط کردی، ثانیان دوما غلطه. سالس هم اگه خودت چه مگه تو، خب خودت برو صداش کن دیگه. مرض که نداشتم بیدارت کنم. قطعاً داشتی بابا، غر کرده با من، میخواستم باش آشتی کنم. همین برو. بفرمایید. اینم آقا ناصر. داش ناصر یه جوری ما رو حلالمون کن، شاید رفتیم دیگه برنگشت. واسه همین منو کشوندی اینجا؟ من بی تقصیرم. از این آقای گلابی بپرس. بیا این همه لباس خوب بپوش، خوشتیپ کن، آخر سرم میشی گلابی. حرف امیر رو ولکن، بیا روبوسی کنیم. بیا. ولکن بابا. جان برو. بیا. امروز بابا خوشتیپ شدم، لباس خوب پوشیدم. پس حل شد. حلالمون کردی؟ خیلی خوب، من میرم. خداحافظ. رامی، خونه دایت خبریه؟ بابا تو که منو میشناسی، این وصلا به من میچسبه. من که تو این خطا نیستم که. بیا با ماشین برو. اینجوری مطمئن‌تره، راحت‌ترم. تو چرا این ریختی شدی؟ چه میدونم بابا، خواب بودم بیدارم. آقا رامین خیلی خوش اومدی. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید.
چه خبر؟ خوبی رامین جان؟ خیلی ممنون دایی جان، بد نیستم. مثل همیشه میگذره. خب خدا رو شکر. چطور شد یادی از ما کردی دایی؟ راستش با یکی از دوستام اومده بودیم ویلا، بعد گفتم بیام خدمتتون یه عرض ادبی هم بکنم. خیلی لطف کردی، خوشحالمون کردی. من اصلا تعجب کردم. راستشو بخوای اولش خود ترسیدم، گفتم چطور شده که رامین جان بعد این همه سال اومده سراغ ما. ممنون. آخه شما سایت خیلی سنگین شده. نه نه نه، درسته که ما شرط ادب و رعایت نمی کنیم، ولی خب شما هم نسبت به ما کم لطف شدین زندایی. باز ما حداقل این طرف ها میایم یه سری به شما میزنیم، شما که تهران میایین اصلا سراغی هم از ما نمیگیرین. حال مادر رو چطور رامی؟ خوبه، بد نیست. بهش سر میزنی؟ بله، بعضی وقتا میرم پیشش. من برم سراغ چلومایی، چون یادمه که رامین جان از بچگی چلومایی خیلی دوست داشت. نه 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 نه، خیلی ممنون، زحمت نکشین، من باید برم ویلا، دوستان منتظرم. چه زحمتی، چرا تعارف میکنی؟ همین الان آماده میشه. چایتون سرد نشه، بفرمایید. اینجوری نشور، اینجوری نشور، لباس پرشاد میشه. ببین با رخشور حرفه‌ای تو هستم، بیخیال. من دوستم بسابم فقط. اینجوری نساب، راحت‌تر میشه. ببین نرم‌تر. آقا رامین زنگ زد گفت زور میمونه، فکر کنم یه عروسی افتادیم. حالا عروسی افتادیم یا نیفتادیم چه رفتی به این داری که ما لباس تو هم بشوریم؟ ربطش اینه که باعث بشورین تا دستتون را بیفته، ولی من که خوراکم این کارا هست. حقتونه، ننه بابا بده. آره دندتون نه. بچه ها میگم که حالا که بابای رامی میگه همه فهمیدن ما با هم در رفتیم، نکنی بیا سراغمون. من که اگه بابام پیدا میکنه سوت هم میکنه کره مریخ. من اگه چشم بیفته تو چش بابام از خجالت آب میشم میرم تو زمین. بابای من اگه منو ببینه میگه تو هنوز زنده ای. چه بابای خوبی. علی کامران یه جورایی راست میگه، اگه تو همین یکی دو روزه پاشن بیان شمال تمام برنامه های ما رو به هم میریزن. لباساتون رو که شستین برین یه زنگ بزنین خونه هاتون، یه چهار تا درو سرهم کنین، بگین امروز فردا برمیگردین. کامی تو هم همین امروز نیما رو با رخصش کن، دیگه نمیشه لفتش. من که میگم نیما تو بیمارستان بمونه بهتره، ما با هم میریم. اون دست بگیره، اصلا وقتی حسابی دور شدیم زنگ بزنین با مامانش بیان دنبالش. خوبه؟ با این حساب ما اگه یه سرماخوردگی جزئی بگیریم تو قیدمونو میزنی دیگه. آره؟ پس صبر کنیم نیما حالش خوب بشه، همه با هم دیگه بریم. نه به اون حرف اولت که آخر نامردی بود، نه به این حرفت که ته رفاقته. فکر کنم ابروغن قاطی کردی. بالاخره چی کار کنیم؟ میری نیما رو مرخص میکنی یا خودمون بریم؟ خیلی خوب آقا، امروز میرم مرخصش میکنم. فقط باید سریع بفرستیمش تهران. چرا؟ خب بهتره، اصلا خودش دوست داره بره تهران. تو مطمئنی خودش دوست داره بره؟ آره. الو الو مریم، تویی؟ سلام، حالت خوبه؟ مریم مامان هست؟ آره، گوشی بده دست مامان. به مامان میگم بعدا برای توضیح میده. نه ببین بابا نفهمه. باشه. الو سلام مامان. آره خوبم، آره خوبم، ممنون. آره من الان مخابراتم مامان، زیاد نمیتونم صحبت کنم. نه مریوانم، خونه دایی یکی از رفقا، عروسی داداشش بود. نه زنگ زدم نگران نشید. ببین فردا را میفتیم میای. اگه به بابا میگفتم که نمیذاش بیام. حالا تو خودت یه جوری درستش کن، اومدم زیاد اذیتم نکنه. نه
چی؟ دادسرا؟ اشتباه شده؟ نه، حالا من تهرون میرم دنبالش. آره، آره. ببین مخابراتم پولم تموم میشه. رامین؟ کدوم رامین؟ نه، نه با رامین نیستم. الو؟ الو صدا نمیاد. الو؟ چی شد؟ قد شد؟ نه بابا، داشت سیمجی من میکرد، حوصله نداشتم، خودم قد کردم. قضیه دادسرا چی بود؟ اون یارو باجگیره که زدیم لتو پارش کردیم، عکس‌ها رو برده تحویل بابام داده. بابا محلش نذاشته، برده دادسرا یه پرونده کتوکلوف برام درست کرده. کدوم یارو؟ بیخیال. بابام گفته کامران دیگه سر من نیست. الو، سلام آقا جون، امیرم، قربان شما، خوبین شما؟ ممنونم، قربونتون برم. بله، ما الان سنندجیم، یعنی مریوانیم. بله دیگه، عروسی داداش دوستم بود دیگه، اومدیم اینجا. بله، نه دیگه یه هویی شد، نشد تماس بگیرم، اینجام تلفن نبود زنگ بزنم. بله، پیش آقای سیدی بودین؟ بله، چشم. شما کاری ندارین؟ بله، بله. خدا حافظتون، خدا نگهدارتون. من یه همچین بابایی داشتم، صبح تا شب میشستم وردرش بهش زور میزدم، عشق میکردم. شنیدی هیچی بهش نمید. تو چه مرگت امیر؟ خودم هم نمیدونم. قضیه آقای سیدی چی بود؟ رفته پیشش مدرسه باش صحبت کرده. پس دیگه قضیه فیلم و اخراج و همه چی فهمیده آره؟ اینجور که آقام میگفت من فکر میکنم قضیه فرار اونم فهمیده. مگه چیزی گفت؟ نه، فقط گفت برمیگردی دیگه، گفتم بله. او بیا برو سر خونه زندگیت، انقدر این بیچاره رو اینجوری اذیتش نکن. من میگم سر اخراج از مدرسه زدم اومدم شمال، حالا چجوری برم بگم که زدیم دو نفر رو لتو پار کردیم، 20 کیلو هم هروئین همراهمونه؟ حرفا میزنی ها. من میرم بیمارستان پیش نیما. پس امروز دیگه نیما رو مرخصش میکنی میاری دیگه، اوضاع خیتا. باشه، برم ببینم چیکار میتونم. مسئول نگهبانی ببخشی که ببین نیما، اگه فکر میکنی هنوز خوبه خوب نشدی، میخوای چند روز دیگه هم اینجا بمون استراحت کن. نه دیگه، خسته شده. پس لاغل پرونداتو با خود ببر تهرون پیش دکتر خوب، یه وقت مشکلی نباشه. مگه مشکلی هست؟ نه، همین جوری گفتم واسه اطمینان. بریم. کامین همون آقای نیست که تو را دیدیم؟ همون ماشین عروسه؟ اون ماشین عروسه نه، اون نیست. چرا بابا، خودشه. اینها دیگه خود خودشه. اون نیست، ولش کنید داشتن. بی بری. سلام آقا. سلام. ببخشید خانم، من چطوری میتونم با پلیس تماس بگیرم؟ بله خیلی مهمه. پس سعی کنی زنگ بزنم مأمور انتظامی بیمارستان بیاد. فقط سریع تر.
این بنده خدا به این روز افتاده بود. من چه میدونم؟ تو قبلا تو بیمارستان ندیدیش؟ نه بابا ندیده بودم. تو کام تصادفی چیزی کرده. خیلی داغون بود. نیما. نیما بیا بریم. کجا؟ بیا نیما. برای چی آخه؟ بیا اصلا. نیما. چیه؟ ماموره که رد شد بپر سوار آمبولانس شو. خب واسه چی؟ واسه چی نداره میگم سوارش بگو چشم. اون پلیس رو میبینه داره میاد. داره میاد ما رو دستگیر کنه. سر تو بده. آره سرکار، اینا 4-5 تا جوونن که ماشین کروکی قرمز رنگ دارن. ما تو جاده که می اومدیم دیدمشون، با هم صحبت هم کردیم، گفتن دارن میرن رامسر. الان که فکر میکنم میبینم تو روز تصادف همون ماشین پیچید جلومون. الان دیگه قشنگ همه چیز یادمه. سرکار جان سلام، خسته نباشین. ببخشید عذر میخوام، من یه لحظه آمبولانس بیمارستان گذاشتم تو مرده بیمارستان، رفتم آب بخورم اومدم آمبولانس ما نیست، سرقت بردن. بفرمایید. سلام جناب سرنگ. سلام. چی شد؟ استعلام کردی؟ بله قربان. تو همین هفته یه مورد سرقت ماشین با همون مشخصات کروکی قرمز رنگ گزارش شده که البته چند ساعت بعد صاحب ماشین اطلاع داده که ماشین پیدا شده و مورد منتفی شد. آدرس هم داده؟ بله اینم آدرسش. بریم تا دیر نشد. بریم قربان. سلام. سلام. این دیگه چیه؟ آمبولانس دیگه. کور که نیستم، دارم میبینم آمبولانسه. اینجا چی کار میکنه؟ هیچی، تو بیمارستان شناختن و مجبور شدیم با این فرار کنیم. بکنم اومدن ماشینشون رو پس میگیرن. خیلی دیوونه ای کامی، میفهمید؟ به امید یه هوای تازه تا...